بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام و ادب و احترام خدمت بینندگان عزیز کانال مسلماتی بعد از صحبت های جنجالی پزشکیان درباره خل اصلاح ایران مقابل اسقاطیل یه گفتگوی دیگه از ایشون اومده بیرون با فرید زکریا تو شبکه سی آمریکا که عجیب غریبه تو اینجا گفته که حزب به تنهایی نمیتونه از پس رژیم اشغالگر بر بیاد خب همین صحبت ها باعث شده که برخی کاربران بیان اظهار نظر کنن مثلا حاج رزوان در توییتر نوشته جناب آقای دکتر پزشکیان فایل صوتی دیشب رو به حساب صحو لسان و بیان بد و شیطنت رسانه های معاند بذاریم اما مصاحبه امروز شما با سی در مورد حزب الله اشتباه بود فراموش نکنید شهید حاج قاسم سلیمانی فرمود حزب الله به تنهایی توان دفن کردن رژیم جعلی صهیونیستی رو داره خب این تا اینجا کار بریم یک کلیپ از خود شبکه های اسقاطیری با هم مرور کنیم ما هو الله. این شبکه یازده میگه آنچه امروز در شمال اتفاق می یک پیروزی استراتژیک شگفت انگیز برای حزب الله است این در واقع یه پیروزی استراتژیکه و اگر مصمم و قاطع نباشیم با تصفیه حساب یا بدون اون در این مکان نخواهیم ماند منظورش چی بود؟ یعنی که حزب الله میزنه میترکونه ما باید عقب نشینی کنیم بعد سنت على اندلاعها لها میگه یک سال بعد از وقوع جنگ تقریبا هیچ استراتژی براش وجود نداره اینم شبکه 13 اسقاط دیاسا میگه تو اسقاطیل بدترین گزینه ممکن رو انتخاب کردن رفتن به سمت یه جنگ فرسایشی طولانی تو برنامه دیروز گفتیم دیگه گفتیم ها مال این حرفا نیستن که بتونن تو یک جنگ بلند مدت و فرسایشی دوام بیارن این کارشناسه داره میگه یه و من هشدار میدم که وضعیت فرسایشی غیر قابل تحمل خواهد بود الجيش میگه ارتش میگه که نیروی کافی برای جنگ در شمال وجود نداره چهار پنج روز پیش بود یه برنامه داشتیم که اینا میرن اتباع آفریقایی رو استخدام میکنن که بیان در ارتش اسقاطیل جای خالی سرباز فراری و این نفله شده ها و کم بوده نیروهاشون رو بیان بگیرن و جبران کنن و نحنو و نعرف تنتهی حرب میگه این در حالیه که ما تو جنوب گیر کردیم نمیدونیم که جنگ تو چندین جبهه و چطور به پایان میرسه. من الناحیه الاستراتیجیه من وجهه حسن نصر الله ما يحصل حالیا هو وضع الاصبع في اكثر الاماكن الاما لك وهو موضوع السكان في الشمال وعلى هذا هادا... سید حسن نصر الله دست گذشت رو نقطه ضعف ما ساکنین شمال حالا تو برنامه بعدی توضیح میدم که چرا ساکنین شمال و اون منطقه مهمه دست گذاشته رو اون نقطه حساس و نقطه ضعف اسقاطیلیا داره فشار میاره و این شهرک نشینان سهیونیست دارن اونجا فرار میکنن داره خالی میشه بعد این یارو میگه بنابراین ممکن است جنگ شروع شود که حزب الله امروز رسما اعلام جنگ کرد گفتی که جنگ شروع شده الحرب القريبة الآن التي تحدث هي الحرب على الشمال وهو يريد أن يسبب لك لا فقط تهجير ستين ألفا من منازلهم بل مئتين وخمسين ألفا ولذلك سيركز رده على هذه المنطقة انجام جالب بود میگه پس جنگ اصلی در شماله اون نه تنها 60 هزار بلکه میخواد 250 هزار نفر رو آواره کنه داره اشاره میکنه به متولا و کریات شمونا که 60 هزار نفر فرار کرده بودن الان داره اشاره میکنه به حیفا حزب الله امروز یعنی در 24 ساعت گذشته تا این لحظه بیش از 300 موشک زده عمدتا هم سمت عکا نهاریا و حیفا بوده حالا یه بخشایی از صفه دو اینا هم زده اما عمده ی حملات حزب الله به اون منطقه بوده برای اینکه با تولید ناامنی بتونه اینها رو فراری بده انه من الصعب رو یه مشکل در تصمیم و سیاست های اینه که هیچ افق دیدی در اون دیده نمیشه بهتون گفتم دیگه شلیک های کور بمباران کور در جنوب لبنان عصبانی هن. چون حزب الله بدجور داره اینا رو میزنه هیچ راهکاری هم براش ندارن الان از دیروز این همه حمله کردن فکر میکردن که با این حملات حزب الله عقب نشینی میکنه دیگه اون شبی هم که حمله پیش دستانه کردن گفتن آقا ما زدیم و موشکایی که رو لانچر بود و فلان از بین بردیم حزب الله زد تلکوندشون دوباره اومدن الان حمله کردن ادعا کردن که آقا بخش اومده از موشکای کروز و چه و چه و زدیم منهدم کردیم اما حزب الله با قاطعیت جواب داد من نمیدونم چیزی مصرف میکنن یا نه ولی خب به هر حال این توهماتی که میزنن و این خیال بافیایی که میکنن خیلی زودم فاش میشه ببینیم ادامه هم ببینیم لا احد لديه خطه دقيقه كيف يمكن لخطوات التصعيد في اليومين الاخيرين في الشمال ان تؤدي بنا بالفعل الى تغيير الواقع باثمان تكون معقوله للجمهور الاسرائيلي میگه هیچ کس هیچ برنامه دقیقی نداره ما نمیدونیم که داستان چیه تکلیفمون تو این منطقه شمال چی میشه بعد از دو روز که حملات شروع شده اما نکته که وجود داره پس حزب الله توان مقابله با ها رو داره و ان شاء الله میزنه ناکاتشون میکنه اما یه بخشی از صحبت هایی که تو صوت دیشب منتشر شده از آقای پزشکیان وجود داره تو یه بخشی ایشون میگه که باید نهادهای بین المللی همچین چیزی بیان امنیت رو برقرار کنن و اینها بعد بلا فاصله میگه ما که میتونیم امنیت خودمون رو برقرار کنیم اینجا شایبه به وجود میاد که آیا جمهوری اسلامی در قبال حزب الله مسئولیتی نداره ما اینم میذاریم کنار اصلا بی مثلا مسئولیتی نداره اما نکته ای که آی پزشکی هم میگه باب میل ها و آمریکاییاس میدونید چرا اونا الان یک ساله که دنبال قطنامه 17 صفر کن میگن عملیاتی بشه تو اون قطنامه چی میگه میگه باید نیروهای تیپ رزوان حزب الله نیروهای ویژهشون از رودخانه لیتانی برن بالاتر فرض کن اینجا رودخونه لیتانیه اینا برن بالاتر عملا استان نبتیه میره رو هوا یعنی از کنترل حزب الله و لبنان خارج میشه و به نوعی نیروهای حافظ صلح و فلان و با این بهانه ها اینجا میفته دست اسقاطیلی ها همونطوری که سرزمین های اشغالی در فلسطین افتاد دستشون شهرک سازی کردن پیشروی کردن و همین الان اگر فشارهای محور مقاومت مثل انصار الله و حزب الله نبود اگر مقاومت عراق به کمک نمی اومد اینها قصد داشتن تصرف سرزمینی در همین غزه هم داشته باشن یعنی بیان اینجا با ساخت و سازها و شهرک سازی های خودشون به نوعی ها رو اینجا ساکن بکنن از اون طرف مردم مظلوم غزه رو بفرستن به سمت صحرای سینا این درگیری با چند جبهه باعث شد که نتونن این جنایت رو تو غزه رقم بزنن وگرنه همین الان اگر بتونن تمام این مناطق رو با تصرف سرزمینی ملحق میکنن به این سرزمین های اشغالی که قبلا گرفتن پس اگر اینجا در جنوب لبنان هم این اتفاق بیفته اون قطنامه 17 رو بتونن عملیاتی کنن پیادش بکنن که البته حزب الله و حتی خود حاکمیت لبنان زیر بار این نخواهد رفت حتی من دیدم مسیحی ها اعتراض کردن به این مسئله مسیحی های متحد حزب الله که به شدت پای کار هستن جریان ملی آزاد به ریاست جبران باسیل هست اگر اشتباه نکنم که اینا به شدت طرفدار حزب الله ولی طرفدار حزب و گفتن که به هیچ عنوان این رو قبول نمیکنیم خب این صحبت که آقای پزشکیان میکنه که آقا یک نهاد بین المللی بیاد اینجا امنیت رو به عهده بگیره امنیت رو برقرار بکنه آیا در راستای کمک و دفاع از حزب الله یا نه به نوعی کمک به تحقق خواسته اسقاطیل و اربابش آمریکاست ببین ما خوشبینانه نگاه میکنیم و ما نمیخوایم بگیم که تعمدی در این مباحث که مطرح میشه هست اما باید حواسمون هم باشه چی من به عنوان یه دیپلمات که میرم تو مجمع عمومی سازمان ملل یا مثلا با رسانه آمریکایی میخوام گزارشی تهیه بشه و صحبت بکنم مصاحبه بکنم اونجا باید حواسم باشه چی دارم میگم دکترین امنیتی نظامی سیاسی ما اونم تو زمانی که منطقه ملتهبه هر آن یه جرقه ای زده بشه جنگ جهانی سوم شروع میشه مشتعل شده دیگه شعله های جنگ الان مشتعل شده و چقدر از افراد عصبانی هن به خاطر اظهارات دیشب آقای پزشکیان که آقا ما سلاهامون رو کنار بذاریم ملت دو ماه خودخوری میکنن با خیشتنداری با سه با صبوری پشت نیروهای مسلحشون هستن بعد رئیس امور مملکت بیاد این حرفو بزنه خب سنگینه آقای پزشکیان که از قرآن و نهج البلاغه میخونن یه جا بیارن به ما نشون بدن که آقا شما رو بذارید کنار مگه آیه 60 سوره انفال رو نخوندی آقای پزشکیان میگه خود رو تجهیز کن در برابر دشمن بعد شما خیلی راحت میگه می خلصلا کنیم بعد از این عجیبتر اینه که آیا عراقشی میاد تکسیب میکنه دیشب بعد که صوتش اومده بیرون میگه منظور آقای پزشکیان خلع سلاحهای های ای بود اه بسم الله الرحمن الرحیم مگه ما سلاح هسته ای داریم همین آقای پزشکیان تو همین سفره به آمریکا میگه طبق فتوای مقام معظم رهبری ما نرفتیم سراغ بمب اتم و اینها اینا سلاحای کشتار دیگه به نظر من آقای عراقچی اگر همش نزنه بهتره صوت اومد بیرون دیگه از کنارش رد شید حالا شما که نمیگید اشتباه کردیم گردن نمیگیرید تو برجام اگر میخواستید گردن میگیرید برجام رو گردن میگرفتید برجامی که آقایون بابتش سکه گرفتن همین به بهش افتخار میکنن عجیب اصلا عجیب قریبه واقعا عجیب غریبه خدا رحم کنه انشالله امیدواریم که این مسائل تکرار نشه و ملت عصبانی نشن از دست مقامات و مسئولینی که باید حرفای درستایی بزنن در این دوره ای که دشمن تا بن دندان مسلحه وقتی پالس مذاکره و خلص اینا میدی یعنی داری تسلیم میشی و دشمن از این سو استفاده میکنه ما دوست نداریم دشمن از رئیس جمهورمون سوء استفاده بکنه این اظهارات خیلی خطرناکه ویام وحاب ایشون لبنانیه نسبت جاسوسی داده به دیپلمات‌های های ما به رئیس جمهور ما که تو چرا گفتی آقا حزب الله مثلا قادر نیست در مواجهه با اسقاطیل از خودش دفاع بکنه و او رو مغلوب بکنه بعد در ادامه گفته شما جاسوس آمریکایی دو لبنان میتونه خودش دفاع بکنه به ما نمیخوایم تایید کنیم این حرفا رو شکل اضافه خورده درسته عصبانیه میتونه انتقاد بکنه اما اینکه جریبیات بیاد به مقامات و دیپلمات ما بخواد انگ جاسوسی بزنه خب ما این رو بر نمیتابیم اما میخوام بگم که این آثار رو داره این واکنش ها رو در پی داره که همینها ها منجر به نفرت پراکنی علیه ایران و ایرانی میشه امیدوارم که تکرار نشه و ما بتونیم با یک سیاست درست در منطقه این اوضاع رو مدیریت کنیم یا علی التماس تو خدا نگهدارتون